با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در برنامه دیگر از مکس از سری برنامه های تلویزیون برابری همراه با رفیقم آرش کمانگر در خدمتتون هستیم. ضرورت نقد دائمی استالینیسم برای تسهیل عروج سوسیالیسم. در این برنامه تلاش خواهیم کرد خانش خودمون رو از سوسیالیسم با شما بینندگان عزیز در میون بذاریم و با نقد بخشی از مدعیان سوسیالیسم و کمونیسم خواهیم گفت سوسیالیسم مورد نظر ما حکومت‌های تک حزبی استالینیستی یک قرن اخیر نیستند و یا احزاب به اصطلاح چپ میانه مدعی سوسیال دموکراسی که در واقع چیزی نیستند جز جناح‌های رفرمیست خود نظام سرمایه‌داری برای جلوگیری از انهدام آن و برای ممانعت از تغییرات ریشه‌ای رادیکال. سوسیالیسمی که مورد نظر ماست و پیگیرانه به دنبال آن هستیم متکیست بر اراده دموکراتیک و شورایی اکثریت عظیم جامعه که هدفش از بین بردن نظام طبقاتی سرمایه‌داری و جایگزینی جهانی انسانی که سرشار خواهد بود از آزادی، رفاه، شادی و برابری، جهانی عاری از جنگ و کشتار و تبعیضات جنسی جنسیتی، ملی، نژادی، مذهبی و طبقاتی. جهانی که هیچ بودگان بر سرنوشت خود حاکم میشن و انسان و طبیعت در یک هارمونی محیط زندگی رو زیباتر خواهند کرد. اما قبل از اینکه ما به این تعریف خودمون و به این نقد استالینیسم در ارتباط با به اصطلاح خانش اونها بخشی از چپ بپردازیم، در وهله اول میخواییم نگاهی بندازیم به اوضاع احوال بین‌المللی در حال حاضر و در ادامه اون میپردازیم به این تم اصلی برنامه‌مون و همین مختصری رو که من به اطلاع و به عرض شما رسوندم. رفیقا رشت، به برنامه خودت خوش آمدی. من تم رو و مختصری از برنامه امروز رو، هدفمون رو و به صلاح خانش خودمون رو به شکل کلی بیان کردم که امیدوارم که بینندگان عزیزمون اصل برنامه رو به صلاح بدونن که در چه شکلی خواهد بود. گوش میکنیم به تو عزیز. در وهله اول همونجور که عرض کردم نگاهی بندازیم به وضعیت بین‌المللی فعلی و بعد ببینیم که چرا باید این سوسیالیسم بتونه به قول معروف چیزی که ما مدعی هستیم میتونه جایگزین نظام موجود بشه و چرا باید بشه. ایل جان، منم درود میفرستم به تو و همچنین به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. بار دیگه بهار و فرارسیدن سال جدید خورشیدی رو به همه کسایی که عید نوروز رو جشن میگیرن شاد باش میگیم و امیدواریم سال جدید سال پیروزی مردمان ایران، زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب باشه. خب، ما برای اینکه بگیم چرا سوسیالیستیم و چرا بدیل سوسیالیستی، یا به قول روزا لوکزامبورگ عزیز 100 سال پیش گفته بود بربریت یا سوسیالیسم، باید یک تصویری بدیم که چرا در چارچوب نظام سرمایه‌داری موجود هیچ راهی برای حل مشکلات و بحران‌ها و چالش‌های جدی بشریت وجود نداره. اقدامات اصلاحی، رفرمیسی، پسگردها و پیشرفت‌های اینجا و اونجا ممکنه صورت بگیره، ولی حل ریشه‌ای مسائل کلان سیاری زیبای ما در چارچوب نظام سرمایه‌داری امکان پذیر نیست. حالا صحبت‌هایی هست که مثلا فرض از قرن 16 سرمایه‌داری در هلند پدید اومده، ولی فرض رو می‌گیریم ما اساساً در 200 سال اخیره که ابتدا نظام سرمایه‌داری در قاره اروپا و به تدریج در سراسر جهان مستقر شد. شما بیلان این 200 سالی نظام سرمایه‌داری رو نگاه بکنید، چی رو مشاهده بکنید؟ الان دیگه نه فقط چپ‌ها، کمونیست‌ها، طرفداران رادیکال انوایرمنتالیست، طرفدار محیط زیست، بلکه حتی هر دانشمندی، هر کسی که سری از علم و
زیست شناسی و طبیعت شناسی و غیرو برده باشه، میفهمه که الگوی توسعه اقتصادی نظام سرمایه‌داری عامل اصلی انقراض تدریجی کره زمین محسوب میشه. یعنی این تغییرات اقلیمی، این فجایع زیست محیطی که جلوی چشمان ما در اقصی نقاط جهان به اصطلاح جاری و ساری است، هر سال هم قبلا 10 میلیارد بود، حالا شده 100 میلیارد، حالا میگن تریلیون ها میلیون دلار داره به اقتصاد کشورهای جهان از پیشرفته تا عقب نگه داشته شده داره ضربه میزنه، دقیقا به خاطر همین استفاده از سوخت های فسیلی و سایر اقداماتی که عملا کره زمین، آب، هوا، خاک اینها رو داره به نابودی میکشه. این یک بخش. شما حساب برس که مثلا فاصله طبقاتی میان دهک های بالایی و دهک های پایینی جامعه هر سال که از عمر نظام سرمایه داری میگذره، نه تنها فاصله طبقاتی گپ میان این دهک ها کاهش پیدا نمی کنه، بلکه روز به روز افزایش پیدا می کنه. شاید مثلا چند دهه قبل چند هزار سرمایه دار بزرگ سرمایهشون رو هم میذاشتن، میتونستن مثلا ادعا کنن به اندازه نیمی از سکنه بشریت ثروت دارن. الان آمار اومده که 10 ابر سرمایه دار جهان به اندازه نیمی از سکنه بشریت ثروت دارن. خب این فاجعه نیست؟ یعنی شما حساب برست در جهان 8 میلیاردی ما 10 نفر آدم به اندازه 4 میلیارد تنهایی ثروت دارن، درست؟ خب خود سازمان ملل اعلام کرده بود قبلا که تا 2030 میلادی به این پدیده مشمئز کننده سوء تغذیه و گرسنگی در جهان پایان خواهد. الان خودشون آمار میدن که نه تنها اثری از کاهش و کنترل این مشکل جدی بشریت نیست، بلکه آمار گرسنگان و افرادی که دچار سوء تغذیه هستند به حدود 1 میلیارد نفر رسید. سازمان جهانی کار ILO که بخشی از سازمان ملل، که یکی از رسالت‌های خودش رو در حوزه کارگری پایان دادن به کار کودک و کودکان کار میدونست، الان خودش اعتراف میکنه که تعداد کودکان کار بین 250 تا 300 میلیون که از دید ما حتی بیشتر هم هست، چون اصلا آمار رو خیلی جاها مخفی کاری داره صورت میگیره، حتی تقلب میکنن در شناسنامه کودک برای اینکه سنش رو بالا چیز بکنن بتونن از کارش استفاده بکنن. یعنی همه این کمپانی های عظیم نظام سرمایه‌داری بخش قابل توجهی از کالاهاشون در کشورهای جهان سوم متکی بر همین کار کودکان است. شما این پدیده پناهندگی و مهاجرت رو بررسی بکن. به آمار خیره کننده 100 میلیون رسیدیم. یعنی الان 100 میلیون انسان یا در داخل کشور خودشون به خاطر جنگ، به خاطر تغییرات اقلیمی، به خاطر نسل کشی و غیره جابجا شدن یا مجبور شدن به کشورهای دیگه کوچ کنن. فقط در آمریکا ما 12 میلیون پناهنده و مهاجر غیرقانونی داریم. یعنی به طور زیرزمینی دارن کار میکنن. هر کاندیدی که میخواد بیاد تو انتخابات شرکت بکنه برای اینکه رأی این جناح راست جامعه رو به دست بیاره، یه لگدی میخواد به این پناهندگان و مهاجرین بزنه و دیوار بکشه، اینا رو اخراج بکنه و و غیره و زاله. در مورد تغییرات اقلیمی گفتیم و مسئله چی؟ جنگ. حالا ما در یک برنامه دیگری این بودجه های عظیمی رو که نظام سرمایه‌داری داره صرف ماشین کشتار، اقتصاد جنگی و میلیتاریسم میکنه رو ما به اصطلاح در یک برنامه‌ای که با رفیق احمد پوری داشتیم به طور مشخص با آمار نمودار اونو اونجا به اثبات رسیدیم. تریلیون ها دلار از ثروت دولت ها و در واقع کشورها داره صرف بودجه نظامی میشه، صرف راه اندازی جنگ میشه یا کمک به این جنگ یا اون جنگ معین میشه. همین حالا شما حساب برس جنگ اوکراین در 2 سالی اخیر و جنگ غزه در 5 ماهی اخیر چقدر خسارت، حالا غیر از خسارت جانی، انسانی، روانی، اجتماعی، خسارت اقتصادی به صدا چیه به بار آورد.
الان دولت مصر اعلام کرده که مثلا درآمدش از کانال سوئز به نصف کاهش پیدا کرد، چون حوثی ها مثلا در دفاع از مردم فلسطین و بر علیه کمک این کشورهای غربی از اسرائیل دارن مثلا امنیت کشتیرانی در دریای سرخ رو به خطر میندازن و بسیاری مثلا، یعنی تو حالا این دوتا جنگ اصلیه، ما جنگ های محلی مثلا در داخل آفریقا، برخی کشورهای آفریقا داخل لیبی گرفته، مالی گرفته، نیجریه گرفته و غیره هم به اصطلاح چیه شاهدش هستیم. یعنی تریلیون ها دلار، هزاران میلیارد دلار در سال داره صرف جنگ، کشتار، جنایت علیه بشریت، نسل کشی یا تقویت به اصطلاح چی بودجه های نظامی کشورها میشه، که اگر این پول ها صرف پایان دادن به گرسنگی و فقر، صرف پایان دادن به مسئله بیسوادی و رشد سیستم آموزش و پرورش، رشد سیستم درمانی و بهداشت، مبارزه با تغییرات اقلیمی، ایجاد اشتغال برای مردمان فقیر در خود آمریکای لاتین، در خود آفریقا، در خود آسیا بشه، بسیاری از این مشکلات بشریت اگر نگیم مثلا اصلا وجود نمی داشت، به مراتب به اصطلاح چی بود؟ کمتر بود. ولی ما میدونیم یکی از محلهای اصلی درآمد کمپانی‌های سرمایه‌داری همین ماشین به اصطلاح کشتار هست، همین صنایع به اصطلاح نظامی، همین کمپانی‌های به اصطلاح تولید سلاح‌های تسلیحات و کشتار جمعی است. به همین خاطره که می‌بینید در آمریکا سالانه ده ها هزار نفر آدم بر اثر گلوله کشته میشن و هیچ نیروی جدی وجود نداره، چون این کمپانی‌های اسلحه‌سازی با لابیگری و با کمک‌هایی که به این نمایندگان کنگره می‌کنن مانع از تصویب هر قانونی برای این به اصطلاح سیستم کابویی گانگستری دارن میشن، که یک جوان 18 سالی روانپریش هم میتونه به راحتی بره فروشگاه 10 تا مسلسل بخره. خب شما 10 تا مسلسل رو بخری، میخوای گنجشک نمیخوای شکار کنی، میخوای بیشترین انسان ها رو در کوتاه‌ترین زمان به اصطلاح چیه کشتار بمونی. از هر چیزی ناراحتی تو میری در یک مدرسه، میری در یک بیمارستان، در یک کنسرت و فلان. این فاجعه اخیری که در عمومی مسکو در رابطه با یک کنسرت رخ داده، خود همین تروریسم هم خودش یکی از پدیده‌های شوم این جهانه. خودشون القاعده و داعش و کوفت و زهرما رو به وجود میارن و بعد میزنن خودشون به تیپ تار هم با هم اختلاف پیدا میکنن. تواسش رو باید کی پس بده؟ مردمان جهان از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب باید پس بده. بنابراین به کلیت این نظام بحران زده سرمایه‌داری که نگاه بکنی، هر کس بگه که در چارچوب این نظام ما میتونیم به آزادی، کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در دراز مدت و دموکراسی عمیق پایدار دست پیدا بکنیم، به نظر من یا داره خودشو گول میزنه یا داره به صلاح عمدن مردم رو فریب میده. رفیق آرش، با توجه به وضعیت بحرانی که تمام دنیا رو فرا گرفته، به شاخصاش هم اشاره کردیم، مسئله محیط زیسته، مسئله گرسنگی هست، مسئله طبقاتی به طور مشخص هست، مسئله حالا اینا در تحت لوای به توجیهات مشخصی که بهش هم اشاره کردی که سعی میکنن با به قول معروف آدرس غلط دادن اینها رو توجیه کنن، چرا با وجود این همه بحران که کلن این سیستم سرمایه‌داری رو در همه زمینه‌ها فرا گرفته و اینا رو این نظام بر مردمان دنیا تحمیل کرده، گفتمان سوسیالیسم دموکراتیک شورایی که با دموکراسی مستقیم عجین پیدا کرده نتونسته حقانیت خودش رو در این شرایط به اثبات برسونه؟ یعنی نتونسته به عنوان یک گفتمان، به عنوان یک به اصطلاح نظام که تبدیل به یک نظام مورد قبول به قول معروف که به اتفاق مردمان دنیا بهش به قول معروف دنبال روش باشن یا بتونن این رو جایگزین حساب بکنن برای این نظام آدمخواری که به قول معروف در حال حاضر وجود داره. آیا این عوامل مختلفی توش هست؟ فرض کنید مثلا ما میدونیم که در یک قرن گذشته
خانش غلطی که در رابطه با سوسیالیسم به طور مشخص استالینیسم عاملش بوده وجود داشته، یکی از عواملی بوده که باعث یک بحران فکری یا مسئله فهمی در رابطه با سوسیالیسم ایجاد کرده. آیا این به تنهایی میتونه عاملی باشه که سوسیالیسم دموکراتیک شورایی هنوز به اون موقعیت لازم نرسیده؟ خب میدونیم هم که واقعیت هم اینه که همین نظام سرمایه‌داری طبیعتاً تسهیلات و امکانات و مخارج بسیار بسیار زیادی رو به کار میبره برای اینکه این به یک گفتمان تبدیل بشه، برای اینکه این بتونه به قول معروف وضعیتی رو در دنیا ایجاد کنه که جایگزین این نظام وجود بشه. برای اینکه این نشه طبیعتاً امکانات وسیع رو برای جلوگیری از این مسئله به کار میبره. حالا بگذاریم از اینکه نیروهایی که دنبال این هستن که این چنین چیزی رو عملی بکنن اونا رو به یه شکلهای خلقم میکنه، از اون گذشته به وسیله ارتباط جمعی، نمیدونم امکانات رسانه‌ای فلان اینا، همه این شیوه ها رو به کار میبره که مانع بشه. آیا اینم میتونه عاملی باشه یا نه فقط صرفا مثلا فرض کنید اون نگاه غیر به اصطلاح یا اون هژمونی که فرض کنید تعریف از استالینیسم رو به جای سوسیالیسم دموکراتیک شورایی ما شاهدش بودیم؟ هر دوتا هست، یعنی اینکه از یک طرف خب امکاناتی که این نظام سرمایه‌داری از استثمار اردوی کار رنج به دست میاره، یه بخشش رو خب صرف بروکراسی دولتی میکنه، یه بخشش رو صرف ارتش و نهادهای امنیتی خودش میکنه، یه بخش مهمی شاید در بیشتر مواقع اون بخش حتی تعیین کننده است، به قول آنتونیو گرامشی کمونیست بزرگ ایتالیا تا نقش برجسته‌ای داره، هژمونی فرهنگی. یعنی به چه ترتیب؟ یعنی از طریق این رسانه، ابر رسانه هایی که در دست شما حساب بریز، همین تلویزیون برابری روی ما رو با این بودجه ناچیزی که به کمک همین حق عضویت اعضای خودش تعیین میشه، از هیچ جام کمک به صلاح دریافت نمیکنه، رو مقایسه کن با مثلا بودجه 250 میلیون دلاری ایران اینترنشنال وابسته به مؤسسه ولانت مدیا در رأس شیخ عادل عربستان. خب یعنی اصلا رقابت فیلو چه میگن گنجشک هست. خب نظام سرمایه‌داری به ویژه سرمایه‌داری غربی به رهبری آمریکا مثلا از هالیوود برای شستشوی مغزی استفاده میکنه، از رسانه‌های عظیمی مثل فاکس نیوز، سی ان ان و غیره استفاده میکنه. بنابراین امکانات عظیمی داره برای اینکه به مردم اولا در مورد بقول خودشون خطر کمونیسم هشدار بده، دوم به مردم آدرس غلط بده در مورد ریشه های اصلی مصائب و مشکلاتی که بشریت در داخل چه کشور، یک کشور چه در داخل جهان باش مواجه است. به همین خاطر ما بارها گفتیم که نظام سرمایه‌داری فقط با برگ احزاب سنتی بورژوایی مثل حزب لیبرال، حزب دموکرات مسیحی، حزب محافظه‌کار، حزب سوسیال دموکرات، حزب جمهوری خواه، من نمیدونم این حزب اون حزب بازی نمیکنه، بلکه برای مواقع بحران نسخه های دیگری هم داره که به اصطلاح حالا در جهان کنونی هم شاهد عروج و رشد اونها و حتی توفیق های انتخاباتی اونها هم هستیم، مثل پوپولیسم راست، مثل ترامپیزم، مثل راست افراطی، مثل بنیادگرایی اسلامی، مثل جریانات نئوفاشیست و نئونازیست. اینا میان به مردم میگن به اکثریت این توده مثلا از بیکاری، از فقر، از نابرابری، از گرانی، از تورم، از بسیاری مسائل و مشکلات در رنج هست، بهشون میگن که بابا نه، مشکل در خود نظام سرمایه‌داری نیست. مثلا در آمریکا میگن بابا کشتن این پناهنده های آمریکای لاتین، هی دارن میریزن اینجا 12 میلیون مثلا مهاجر و پناهنده لاتینوی به اصطلاح چی داریم، غیر قانونی داریم. یا مثلا من در فلان کشور میگن این مسلمانای مهاجر عقب مانده فلان مثلا ریشه مشکل هستن، در یک کشور دیگری مثلا در فرض بگید برمه بودایی مثلا میگن مسلمانان روینگا مشکل هستن،
در من میدونم چین مثلا میگن این بودایی های تبتی مشکل هستن، یعنی از طریق دادن این آدرس های غلط ذهن مردم رو به اصطلاح منحرف میکنن. به اینطور که میبینی که جریانات راست افراطی پوپولیست از آرژانتین تا هلند تا ایتالیا تا الان میگن در خود آمریکا با این پرونده های سنگینی که ترامپ داره، یعنی اینکه مثلا تو حساب بریز هر سیاستمداری در این کشور اروپایی اگر یک سوم این پرونده‌ای که ترامپ داشت هزار بار باید استعفا میداد، نه تنها استعفا که نمیده هیچی از کارزارهای انتخاباتی که در پاییز میخواد برگزار بشه، بلکه روز به روز هم بر طبق نظرسنجی ها داره بر محبوبیتش افسوده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نظام سرمایه‌داری ابزارهای مختلف شستشوی مغزی و به اصطلاح مهندسی افکار داره. این شامل هنر، شامل سینما، شامل رسانه‌های ارتباط جمعی، شامل بکارگیری به اصطلاح اعتقادات مذهبی، شاهد به اصطلاح بکارگیری گرایشات راسیستی و نژاد پرستانه و غیره و اینا میشه. خب در چنین شرایطی ما که به توده ها میگیم نه اون احزاب سنتی آلترناتیو هستن، نه این احزاب نئوفاشیست و پوپولیست افراطی و راست افراطی و اینا. خب مردم بلافاصله سوال میکنن پس بدیل درست چی هست که بتونه برای ما آزادی، برابری واقعی، حد اکثر آزادی و حد اکثر عدالت و برابری رو به ارمغان بیاره، سیاره زیبای ما رو برای فرزندان ما و نوادگان ما حفظ بکنه از خطر نابودی. ما میگیم سوسیالیسم. میگم خب آقا شما که در این 100 ساله هر جا به قدرت رسیدید که خراب کردید، که 100 بار 100 رحمت من نمیدونم به نظام سرمایه‌داری مثلا چی غربی. برای ما همین حالا بخش عمده اون کشورهای مثل اتحاد شوروی و اروپای شرقی و بلوک شرق و اینا هم فرو پاشیدن، اون چند تا هم که باقی موندن مثل کره شمالی و ایکس ایگرگ، میگم خب شما این که هزار بار که بدتره که. خب اینجا ما چی میگیم؟ اینجا میگیم نه نه نه، سوسیالیزمی که ما بهش معتقدیم، یعنی باید بگیم ثابت بکنیم در عمل نه فقط در حرف، بگیم که ما با مثلا حکومت استالینیستی یا خانش استبدادی از استالین، من بگم این استالینیزم یعنی فقط جوزف ویسارینوویچ استالین نیست، همه حتی کسایی هم که در گذشته یا حال ممکنه به استالین یه فوشی هم بدن، ولی خانشی که ارائه میدن از سوسیالیسم یک خانش استبدادی پادگانی هست، آزادی بی قید شرط اندیشه بیان تشکل را به رسمیت نمیشناسند، حق رأی همگانی آزاد رو به رسمیت نمیشناسند، حق اکثریت عظیم مردم برای تعیین نوع حکومت و تغییر اون و بزیر کشیدن اون رو به رسمیت نمیشناسند، تو این کاتگوری به اصطلاح چیه میگنجن. نمونه های مختلف اینا رو ما میبینیم، حتی ما متاسفانه شاهد یک نوع ترمیدور بازگشت هستیم حتی در میان افراد و جریاناتی که افتخار داشتن مثلا 30 سال 40 سال پیش که یک سری جریاناتی مثل فرض بگیر از رای کارگر تا پیکار تا اقلیت استالینیست بودن، اونها منتقد استالینیست بودن، ولی الان دارن موزه هایی میگیرن که به قول معروف که بسیاری از استالینیست ها در گذشته شاید مثلا چیه نمیگرفتن، که میشه مواردش رو تک تک به صلاح برشمرد. مثلا شما حساب برس بخشی از اینا زمانی که اتحاد شوروی وجود داشت اون شوروی رو میگفتن سوسیالیستی نیست، امپریالیستیه، اوکی، یا سرمایه‌داری دولتیه. حالا همون کسایی که اون رو شوروی رو میگفتن امپریالیست سرمایه‌داری دولتی، دارن از روسیه پوتین که دیگه اصلا دیگه هیچ ادعای سوسیالیسم نداره، سرمایه‌داری اولیگارشی مافیاییه، خودش هم به لحاظ اعتقادی هم ارتودکس، میره تو کلیسا هم نذر و نیاز هم میکنه، دارن از روسیه پوتین امپریالیسم روسیه در جنگ اوکراین دفاع میکنن. به بهانه چی؟ به بهانه اینکه مثلا ناتو پشت مثلا دولت دست راستی زلنسکی است، یا مثلا ناتو قول داده بود که به مرزهای من نمیدونم شرقی اروپا گسترش پیدا نکنه. خب آره، نقد ناتو و نقد امپریالیست های غربی به رهبری آمریکا جای خودش، نقد گردان های فاشیستی آزوف و من نمیدونم دولت دست راستی زلنسکی جای خودش، ولی این مجوزی صادر نمی کنه
که تو بری از زمین و هوا و دریا یک کشور رو بکوبی، اشغال کنی، تمام زیرساختهاش رو نابود کنی، 10 میلیون انسان رو آواره کنی، زن و بچه رو بکشی، زنای اسیر رو تجاوز بکنی، هزار یک بلا سرشون بیاری و بعد تو اینو موجه جلوه بدی. ببینی الان بخشی از این چپ دارن این کار میکن. یا مثلا در ارتباط با غزه و مسئله فلسطین، آدمایی که 40 سال تمام من میشناسم افتخار این دارن که با رژیم اسلامی ایران دارن مبارزه میکنن، اعضای خانوادهشون رو از دست دادن، خودشون زندانی شدن، خودشون شکنجه شدن، افتخارشون اینه که با یک رژیم بنیادگرای اسلامی در ایران مبارزه کنن. اکنون اگر من و تو بیایم بگیم بالای هم چشم حماس یا جهاد اسلامی یا حزب الله ابروس، به ما فوش میدن، به ما میگن که شما صدای سومیا میان دو صندلی میخواهید بشینید. نه خیر، ما میان دو صندلی نمیشینیم، ما داریم وسط خال میزنیم. ما با همه اشکال ارتجاع، هم از ارتجاع اسلامی، هم از ارتجاع یهودی، صهیونیسم، امپریالیسم، از هر نوعش غربی شرقی مرزبندی داریم، در کنار انسانیت وایسادیم، یک کلمه هم عقب نشینی نمی کنیم از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، و یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم از اعتراض به و مبارزه علیه نسل‌کشی اسرائیل در غزه. ولی حماس و جهاد اسلامی متحد ما نیستن. یعنی الان بخشی از چپ محور مقاومتیه، یعنی به بهانه مبارزه با امپریالیسم آمریکا و مبارزه با صهیونیسم حاضر کنار ارتجاعی ترین نیروهای اسلامی ضد کمونیست، ضد کارگر، زنستیز، ضد حقوق همجنسگرایان و ضد هر چیزی دیگری، هنر و شادی و رقص و پایکوبی و میخاری و همه اینا هستن، وایستن و یا ازش حمایت میکنن آشکارا و یا سکوت میکنن. از ما میخوان ما هم سکوت بکنیم، و اگر یک کلمه بگیم مثلا حماس یک جریان ارتجاعی، مردم فلسطین نباید بهش اتکا کنید، ما رو به همسویی با نسل‌کشی اسرائیل متهم میکنن. خب شما وقتی چنین چیزی رو میگی، کدوم کارگر و زحمتکش عاقل به ویژه در ایرانی که زیر سایه حکومت اسلام و سرمایه 45 سال زندگی کرده، انتظار دارید که بیاد سمپات و طرفدار بدیل سوسیالیستی شما باشه؟ میگن آقا ما خیر ندارید، شر مرسن. درست؟ یا مثلا حساب برید الکسی ناوالنی رو یک مخالفه. خب ما میدونیم اون اصلا لحاظ سیاسی اون داره یک جای دیگری وایستاده، ما در یک جای دیگری وایستاده، اون یه اپوزیسیون بورژوایی وابسته به غرب طرفدار سرمایه‌داری، حالا با نوع حکومت مثلا پوتین هم مخالفه. این آدم رو ابتدا مسموم میکنن برای اینکه بکشن، موفق نمیشن، میبرن بعد زندان و اونجا ترتیبش رو میدن. بعد میگیم که ما باید این جنایت رو بی قید شرط، همچنان که همین حمله تروریستی جمعه گذشته در مسکو رو محکوم کردیم، باید این قتل حکومتی آقای پوتین که یک مخالف خودش رو در زندان سربنیش میکنه باید محکوم بکنیم. عوض اینکه این موضع رو بگیرن، یکی از همین رفقا میاد میگه که مثلا قهرمان من جولیان آسانج هست، نه الکسی ناوالنی. مثل این مونه مثلا سعیدی سیرجانی نویسنده رو کشتن، ما بیان که بیان بیانیه بدیم، موضع بگیریم، این قتل حکومتی جمهوری اسلامی رو محکوم کنیم، بیان بگیم که قهرمان ما سعید سیرجانی نیست، سعید سلطانپور هست. آقا اینجا که مسابقه قهرمانی که نیست که، اینجا شما دارید در مورد یک جنایت میخوای موضع بگیرید. این طبیعیه که ما هزار بار نزدیکتر هستیم به افکار سعید سلطانپور تا سعیدی سیرجانی، هزار بار نزدیکتر هستیم به اسانج در مقابل مثلا کنار الکسی ناوالنی. بحث سر اینه که تو از وقتی میگی من علیه هر نوع ترور و اعدام و شکنجه و بگیر و ببند مخالفین هستم، و یا میگی من طرفدار آزادی بی قید شرط، آزادی بی حد و حصر و استثنای اندیشه، بیان و تشکل هستم، اینجا باید خودشو نشون بده دیگه.
ما با مسیح علی نژاد زمین تا آسمان اختلاف طبقاتی سیاسی همه چی داریم، ولی همین مسیح علی نژاد اگه جمهوری اسلامی میخواست ترور کنه در آمریکا ترور میکرد، و این ترور رو محکوم میکردی یا نمیکردی؟ روح الله زم ما زمین تا آسمان اختلاف سیاسی داشتیم، درست؟ اعدام روح الله زم رو تو محکوم میکنی یا نمیکنی؟ اگه نکنی یعنی که مردم هیچ اعتباری برای این دعاوی آزادی خانو و برابری طلبانی تو قائل نخواهند شد. برای چی تو انتظار داری بیان به سوی جریانات و نیروها و افراد سوسیالیستی که هنوز که هنوزه توجیه میکنن انقلاب فرهنگی چین که به کشتار هزاران نفر انجامیده، توجیه میکنن انقلاب فرهنگی کامبوج در دوری حکومت پلپوت ها و خمرهای سرخ رو که به مرگ 2 میلیون انسان انجامیده، توجیه میکنن اردوگاه های کار اجباری دوری استالین و همه حکومتگران پس از او رو در اتحاد شوروی که فقط مخالفین غیر کمونیست رو نکشتن بلکه هزاران هزار کمونیست شرافتمند رو هم کشتن، مثل بخارین در داخل خود روسیه یا مثل تروتسکی در مکزیک آدم فرستادن با تبر قطع قطعش کرد، درست؟ تو اگه مرزبندی نکنی با چنین حکومت‌های تک حزبی، با حکومت‌های استبدادی، با حکومت‌های پادگانی، مردم اعتباری برای این روایت بر این بدیل سوسیالیستی تو قائل نخواهد. پس از موزه صدای سوم طرفدار حد اکثر آزادی، برابری و عدالت اجتماعی باش و از این منظر هم نسل کشی اسرائیل رو افشا کن، هم ماهیت ارتجاعی حماس رو افشا کن، هم دولت دست راستی زلنسکی و ناتو رو افشا کن، هم جنایات روسیه پوتین در اوکراین رو افشا کن، هم با داعش و القاعده مرزبندی داشته باش، هم با جنایاتی که سازمان CIA و موساد در اقصا نقاط جهان کرده، هم با امپریالیسم غرب به رهبری آمریکا مرزبندی داشته باش، هم با امپریالیست های شرقی مثل روسیه و چین باید مرزبندی داشت. شما الان برو فجایی که تحت عنوان دیپلماسی جاده و اتوبان و فلان به اصطلاح داره راه میاندازه چین، عملا همون برخوردهایی که امپریالیست های غربی و استعمارگران غربی در رابطه با کشورهای جهان سوم میکردن و هنوز هم دارن میکنن، چین داره همون کار رو میکنه به قیمت نابودی محیط زیست اونها، غارت منابع طبیعی اونها، و داره این کار رو دستورا چیه انجام میده. شما حساب برید سریلانکا به چه وضعیتی افتاده، نمیتونست بهره، نمیتونست وامی که از چین گرفته بوده بده، مجبور شد یک بندر خودش رو به مدت 90 سال مثلا بده به دولتش، که اصلا مردم شورش کردن، رئیس جمهورش هم به اصطلاح چیکار کرد، فرار کرد و فلان. بنابراین عروج مجدد سوسیالیسم در جهان بحران زده ما امکان پذیر نیست مگر از طریق نقد بیغلغش و دائمی استالینیسم و همه خانش های استبدادی و غیر دموکراتیک از سوسیالیسم. کاملا موافقم با حد، به خصوص در این مورد که وقتی که نقد میکنیم تروریسم رو، وقتی که مدعی آزادی های بی قید و شرط و سیاسی هستیم، اینجا تبصره‌ای وجود نداره که بین به قول من خوب و بد رو تشخیص بده. در رابطه با هر بنی بشری این صدق میکنه، بنی بشری که مورد توافق و مورد علاقه من میتونه باشه و میتونه نباشه، اصلا در مورد تمامی به قول معروف انسان ها، چه اونی که انسانیت خودش رو به اثبات رسونده، چه اونی که نرسونده، صرف مخالفت، صرف این که انسان بدی هست رو ما به عنوان این که مورد عذاب قرار بگیره یا مورد کشتار قرار بگیره، مورد تبعیض قرار بگیره، مورد قبول ما نخواهد بود، چرا که نقض میکنه آن ادعایی رو که ما داریم. حالا به درستی خودت اشاره کرده رفیق آرش، با توجه به این مسائل چه شرایطی میتونه عروج مجدد سوسیالیسم رو ایجاد بکنه؟
به این نکته باید درست باید که با توجه به اینکه در شرایطی ایم که این همه بحران، در بحران زیست محیطی، نابرابری طبقاتی، بحران پناهندگی، نسل کشی، قحطی، گرسنگی، تمام دنیا رو به قول معروف به وجود در بر گرفته، این عروج چرا حاصل نمیشه؟ در صورتی که میبینیم در مقابلش راسیسم و نئوفاشیسم رو به شکلهایی پیدا میشه و حتی الان در بعضی از جاها به قدرت، به قول قدرتگیری هم پیدا کردن. اخیرا در اسناد سازمان کنگره 28 سازمان راهکارگرم این موضوع به طور دقیق اومده بود و اونجا به طور مشخص اشاره شده که حتی در کشورهایی که همین نئوفاشیستا و راسیسم قدرت رو گرفتن که تعداد کمی هم نیستن و قابل توجه هم هستن، با توجه به این مسئله چگونه خواهد شد برای اینکه ما چگونه میتونیم به اون موقعیت برسیم که به قول معروف عروج مجدد سوسیالیسم رو شاهد باشیم؟ خب ببین، ما در وهله اول باید به این توده های اکثریت عظیم اردوی کار رنگ از وضع موجود چه کشور خودشون چه جهان ناراضی هستن، درست به ریشه اصلی بحران ها رو توضیح بدیم. ریشه اصلی من نمیدونم این سیاستمدار مثلا ترامپ اومده، حالا اگه بایدن بیاد مثلا کماکان بمونه مثلا اوضاع خوب بشه یا برعکس، درست ریشه های اصلی یک بحران رو باید برای مردم دائما توضیح داد. دوم اینی که دائما توضیح داد که گفت که اون سوسیالیزمی که ما بهش باور داریم، سوسیالیزم مارکسی اینا، با کد و سند ثابت کرد. مثلا یک مورد فرض بگیر، مارکس 170 سال پیش بیچون و چرا علیه همه اشکال مجازات اعدام مرزبندی کرد، درست؟ بگیم این که حالا یه عده به نام مارکس اومدن توی شوروی، در رومانی، در من نمیدونم کره شمالی، در چین، در اینجا اونجا مجازات اعدام رو ادامه دادن و به شدت اجرا کردن، این ربطی به عقاید مارکسیستی به اصطلاح چیه نداره. یا مثلا میگیم که فرض انقلاب اکتبر در روسیه رخ داد، شعارش چی بود؟ شعارش این نبود همه قدرت به دست حزب، شعارش این بود همه قدرت به دست شورا، شورای کارگران، دهقانان، سربازان، زحمتکشان، فلان و اینا. ما با هر نوع سیستم تک حزبی، اصلا با دولت حزب ما مخالفیم. ما معتقدیم که آجر دموکراسی باید از پایین چیده بشه، یعنی مردم چه در محیط زندگی خودشون، میخواد محله باشه، میخواد روستا باشه، میخواد یک منطقه شهری باشه، چه در محیط کارشون، همه افراد اون محله یا همه افراد شاغل در یک محیط کار، چه دانشگاه، چه کارخونه، چه اداره، چه فلان، به صورت شورایی اونجا رو اداره میکنه و این نمایندگان شوراها نمایندگان تامل اختیار نیستن، در واقع فرستادگانی هستند که تصمیمات مجامع عمومی محیط زندگی یا محیط کار خودشون رو اجرا میکنن و هر زمان قابل باید عزل و فراخوانی باشن، درست؟ وقتی ما با خانش استبدادی از سوسیالیسم و با این حکومت‌هایی که به نام سوسیالیسم حکومت کردن و چند تاشون هنوز وجود دارن مرزبندی قاطع بکنیم و بعد در موضع‌گیری های سیاسی، چه در رابطه با زندانیان سیاسی، من یه زمانی یادم میاد یکی از این گروه های چپ تو سال 60 شعار میداد زندانی سیاسی انقلابی آزاد باید کرد. ما هم اون زمان میگویم زندانی سیاسی باید آزاد کرد، راست باشه، چپ باشه، مجاهد باشه، دموکرات باشه، کمونیست باشه، توده‌ای باشه، هر کی باشه باید به اصطلاح چیه آزاد باشه. یعنی شما وقتی مثلا میان یک فرض بگیر نرگس محمدی یک مخالف غیر چپ رو دارن شکنجه میکنن و براش حبس سنگین میبرن، اگر قاطعانه از حقوق انسانی او دفاع نکنی و چرتکه بندازی بگی که من فقط از رضا شهابی فعال کارگری حمایت میکنم، از فعال چپ حمایت میکنم، اون مسئله من نیست، اینجا مردم باید به آزادی خواهی و برابر طلبی تو شک کنن.
بنابراین یک بخش این دوتا کاری هست که باید انجام. یه بخش اینه که خود اون کسایی که به خانش دموکراتیک، انسانی و شورایی باور دارن خودشون دوچار چی هستن؟ تفرقه هستن. یعنی منافع کلان اکثریت اردوی کار رنج و منافع کلان جنبش طبقاتی کاریان و زحمت کشان رو نمیبینن، روی یک سری خورده اختلافات به اصطلاح چکار میکنن؟ زوم میکنن. و وقتی روی خورده اختلافات زوم میکنی نمیتونی حول اشتراکات نیروهات رو هم بذاری. حالا میخواد حزب بزرگتری باشه، میخواد یک جبهه باشه، میخواد یک بلوک باشه، میخواد یک اتحاد عمل باشه، میخواد یک ائتلاف باشه، رو تشکیل بدی. به دائما چرتکه میندازی، میگه که من سر این مسئله یا اون مسئله با تو اختلاف دارم. اولا باید حق گرایش در چارچوب اعتقاد به سوسیالیسم و آزادی و حکومت شورایی در چارچوب یک حزب و سازمان پذیرفته شده باشه. حق فرکسیون، حق گرایش باید با پذیرفته شده باشه. یعنی شما فقط سر اون مسائل کلیدی و بنیانی هست که باید با همدیگه به اصطلاح وحدت و همکاری بکنی و اون خورده اختلافات هر کس اون نظر خودش هست و باید حق آزادانه بیان اون نظراتش رو به اصطلاح چیه داشته باشه و نباید به خاطر یک اختلاف کوچک فوری بری یک فرقه دیگه، یه حزب دیگه، یک سازمان دیگری رو به اصطلاح چیکار بکنی، ایجاد بکنی. بنابراین به همین خاطره که ما سازمان ما حداقل سازمان راه کارگر همیشه چه در ارتباط با تشکل‌های کارگری، تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری داخل کشور است، ایده تشکل سراسری، جبهه واحد کارگری، شورای هماهنگی و اشکالی از این دست حمایت کرده، و هم در ارتباط با نیروهای حزبی و تشکیلاتی مثلا از اتحاد بزرگ هواداران سوسیالیسم و آزادی مثلا چیکار کرده، حمایت کرده. و حالا یکی قدم حالا چند کوچکش هم همین شورای همکاری نیروهای چپ کمونیست هست که به همت 6 جریان الان وجود داره و یک تلویزیون 24 ساعتی ماهواره‌ای هم رو به ایران داره. ولی اگه این 6 تا جریان با هم همکاری نمی‌کردن، آیا این توان رو داشتن که یک تلویزیون 24 ساعتی ماهواره‌ای داشته باشن؟ نه. یاد باشه سازمان ما مثلا در سالهای گذشته با بودجه اندکی که داشت میتونست حداقل 1 تا 2 ساعت در هفته مثلا از این تلویزیون تجاری یا اون تلویزیون تجاری اجاره بکنه که مثلا صدای خودش رو به گوشش برسونه. الان فقط تلویزیون برابری از این تلویزیون 24 ساعتی آلترناتیو شورایی هفته 37 ساعت داره برنامه ماهواره‌ای بده. این به چه صورت این دستاورد ناشی از چیه؟ ناشی از همکاری، ناشی از گذاشتن دست روی دست و اینکه یک دست صدا نداره و همه کسایی که خودشون رو متعلق به اردوی سوسیالیسم و آزادی میدونن باید با همدیگه ائتلاف کنن، همکاری کنن، اتحاد کنن و غیره و ذالک. بعدم حالا مثلا فرض در یک اشل بزرگتر، این حالا در اطوار ایران، در اشل بزرگتر مثلا سازمان ما از ایده فروم چپ خاورمیانه دفاع میکنه، متکی بر صدای سوم. خاورمیانه به مساوی یک منطقه سوق‌الجیشی یکی از بحران‌زده‌ترین مناطق جهان است. یعنی سالی نبوده، ماهی نبوده که در این منطقه یک بحران جنگی رخ نده و همین الان هم که داریم رخ داره جلوی چشمانمون این نسل‌کشی مردم فلسطین رو در غزه داریم چیه می‌بینیم. مثلا از چپ که هم از حقوق زنان، هم از حقوق همجنسگرایان، هم با بنیادگرایی یهودی مرزبندی داره، هم با بنیادگرایی مسیحی و اسلامی مرزبندی داره، هم با امپریالیسم غربی مرزبندی داره، هم با امپریالیسم شرقی داره، هم با دیکتاتوری و استبداد مرزبندی داره، هم با هر نوع وابستگی و دادن پایگاه نظامی به کشورهای مختلف، هم با تروریسم مرزبندی داره، هم با امپریالیسم مرزبندی داره. یعنی اینا مجموعه نیروهایی که تو خاورمیانه کنار حقوق زنان، کنار حقوق کارگران زحمت کشان، کنار انسانیت وایستادن، بیان به اصطلاح با همدیگه همکاری کنن، تبادل افکار کنن، اگه میتونن فروم مثلا چپ خاورمیانه رو تشکیل بدن. دقیقا چرا جریانهای اسلامی بنیادگرایی مثل حماس، حزب الله، جهاد، حوثی ها، من نمیدونم وکو حرام و فلان، به خاطر به اصطلاح ضعف نیروی چپ هست. یعنی وقتی این توده های آسی
در مقابل این دخالتگری های آمریکا یا سایر قدرت های امپریالیستی یا در مقابل این نسل‌کشی صهیونیست ها میبینن که هیچ چاره دیگری ندارن، رو میارن به این جریانات چی؟ ارتجایی. اگر جریانات مترقی رادیکال چپ وجود داشته باشه، قوی باشن، این توده ها میتونن به سمت اونها گرایش پیدا بکنن. بنابراین تبلیغ، ترویج، سازماندهی و نقد بیامان همه ایدولوژی ها، همه خانش ها و سیاست هایی که به نوعی همزیستی میخوان بکنن با استبداد، به نوعی میخوان همزیستی بکنن با نظام سرمایه‌داری و اشکالی که به اصطلاح موجبات بحران‌های کنونی بشریت رو فراهم کرد. به هر حال هرچند در حال حاضر ما در اقلیتیم، اما در سمت درست تاریخی ایستادن نقطه قوت ماست رفیق آرش. به این دلیل با صدای رسا اعلام می‌کنیم که آزادی، رفاه، آسایش و برابری بشریت و همچنین حفظ سیاره زیبای ما در گروه عروج سوسیالیسم دموکراتیک شوراییه و هر راهی جز این کجراه است و نتیجهش سرابی بیش نخواهد بود. ممنون از اینکه در این برنامه به اتفاق همراه شدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری قرار گرفته باشه و با امید اون که روزها و شبهای خوبی رو در پیش داشته باشید، براتون آرزو میکنم که همچنان تندرست و با نشاط بمانید. روز و شب خوش. درود بر شما.